I love you جمشید چالنگی نازنین من و همچنین مهمان نازنینیتون آقای دکتر زیبا کلام. آقای صادق زیبا کلام نیاز به معرفی بیشتری ندارم، بارها با من و شما بودن در تفسیر خبر. سلام و خوش آمد میگیم بعد از گذر امروز ایشون از ترافیک باستانی تهران. سلام به شما. با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت همه هم میهنان عزیزم هر کجا که هستن، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای مانوک خدابخشیان که نام ایشون برای منم یادآور تفسیرهای مال به خصوص مال فوتبال شاهین و تاج و اینها هستش در دوران خیلی خیلی گذشته ها. خوشحال هستم که ایشون رو در صحت و سلامت میبینم و عرض سلام خدمت جناب عالی آقای جمشید چالنگی و همکاران عزیز و محترم. سپاس از شما آقای زیبا کلام. این شماره عکس نوه نازنین رو شما پشت سر ندارید؟ من منزل مادر هستم که یکی از افتخاراتی که توفیقاتی که حضرت حق به من نصیب من کرده لیاقت این بوده که به مادرم خدمت بکنم، چون ایشون پیر هستن و از کار افتاده هستن و یکی از توفیقات و سعادتهای من این هستش که به ایشون خدمت بکنم. امروز در خدمت ایشون هستم. آرزوی سلامت و آرزوی تندرستی مادر رو داریم و همه مادران جهان رو و آرزوی تندرستی نوه گرامی و همه کودکان جهان رو. آقای زیبا کلام، مقام مادر بسیار ارجمند هست بدون تردید، بسیار دربارش گفتن. شما الان بعد از این سالها وقتی نگاه میکنید به انقلاب 40 ساله‌ای که هست، همین در حال حاضر بسیاری از مادران هستند که داغ فرزندان اعدام شده شونو دارن، فرزندانشون در زندان هستن و همه اینها، شما به ما چه خواهید گفت وقتی به زیبا کلام آقای زیبا کلام سال 57 نگاه میکنید؟ الان وقتی برمیگردید و نگاه میکنید، آیا با تمام مطالبات خودتون که میخواستید در 57 رسیدید؟ نرسیدید. چرا؟ اگر نرسیدید چرا؟ ببینید جناب چالنگی عزیز، یکی از جفاهایی که بر انقلاب اسلامی رفت مصادره ایدئولوژیک انقلاب اسلامی و این حرکت تاریخی توسط نظام بوده، توسط حکومت بوده، توسط مسئولین جمهوری اسلامی ایران بوده، کم و بیش از همون ابتداء انقلاب، که انقلابی رو که برای اهداف و آرمانهای دموکراتیک بود، برای اهداف و آرمانهای آزادی خواهانه بود، برای حاکمیت قانون بود، برای انتخابات آزاد بود، برای نبود زندانی سیاسی بود، برای نبود شکنجه بود، برای لغو سانسور بود، محدودیت قدرت حکومت به قانون بود، انقلابی که برای اینها بود، اهداف و آرمانهای انقلاب بودن و دلیل مبارزه مردم علیه رژیم شاه بودن رو تبدیل کردن به انقلابی که اگر یک نفر از کره مریخ بیاد، امروز که دهه مبارکه فجر پریروز در حقیقت به پایان رسید، اگر بیاد از کره مریخ و یه گزارش تهیه بکنه ببره برای اهالی مریخ، میگه این انقلاب برای مبارزه با آمریکا بوده، برای نابودی اسرائیل بوده، برای اینکه این انقلاب رو صادر بکنن به کشورهای دیگر، در برابر نظام سلطه بایستن و ایران رو بکنن قدرت نظامی اول منطقه، موشک‌های ایران به پرواز در بیاد، ماهواره‌ها به پرواز در بیان، برن به کرات دیگر. و تنها نامی که متاسفانه و با کمال تأسف باید بگم آقای جانگی، تنها نامی که، تنها اسمی که، تنها صحبتی که نمیشه در دهه مبارکه فجر به قول مسئولین محترم جمهوری اسلامی، تنها نامی که نمیاد وسط اتفاقا اهداف و آرمانهای انقلاب بوده.
یک بار صحبت از آزادی نمیشه، یک بار صحبت از انتخابات آزاد نمیشه، یک بار در این 10 روز صحبت از حاکمیت قانون نمیشه، یک بار صحبت از این که آقا جون خواست انقلاب، مهمترین مطالبه و خواست انقلاب نبود زندانی سیاسی بود، که در کشور زندانی سیاسی نباشه، شکنجه نباشه، ببینید مطبوعات آزاد بشه، یک بار صحبت اینها نمیشه. این که ما در برابر آمریکا ایستادیم، باز هم خواهیم ایستاد، ما با آمریکا نگفتیم، باز هم نمیگیم، این ملت بزرگ، این ملت قهرمان، این ملت شجاع، این ملت تحریم ها رو 40 سال تحمل کردن، باز هم تحمل خواهند کرد و تسلیم آمریکا نخواهند شد. اونایی که فکر میکنن پرچم سفید دستشون بگیرن در برابر آمریکا تسلیم بشن، دشمن این ملتن. و خلاصه این بیغوله بوده ایران قبل از انقلاب، ایران زمان شاهنشاهی، و این بیغوله رو ما الان کردیم گلستان و در هر زمینه ای از گندم، آب، تیر چراغ برق، آسفالت، جاده، راهن، ما به صورت نجومی پیشرفت کردیم و قص علاقاتا. یعنی اون وقت این باعث چی شده؟ سخنمو نمیخوام خیلی طولانی بکنم، میخوام مانوک عزیز صحبت بکنن. این باعث این شده که آقای چالنگی، نسل جدید دچار ابهام شده، گیج شده. نسل جدید دهه 60 ها، دهه 70 ها از ما میپرسن که واسه چی انقلاب کردید؟ نونتون نبود، آبتون نبود، آخه واسه چی انقلاب کردید؟ پرسش خوبی است. گرفتاریم وضعیت شدیم. بله. بسیار خوب آقای زیبایی، این پرسش رو اجازه بفرمایید آقای زیبایی. بله. واقعا چرا انقلاب شد آقای مانوک خدابخشیان و چه کسانی انقلاب کردن؟ آیا همین راهپیمایی ها بود در خیابون ها یا نه اونطور که گفته میشه مصالح و منافع بسیاری با ادامه وضعیت پیش از انقلاب خارج از مرزهای ایران در خطر میافتاد؟ خیلی دست شرکت های نفتی رو در انقلاب میبینم و بقیه مسئله. این پرسشی که نسل جوان داره آقای خدا بخش. جمشید نازنین من، آقای دکتر مسلمان ایشون استاد دانشگاه هستن و در واقع تاریخ انقلاب رو درس میدن. از بیانات ایشان من پاسخم رو دریافت کردم، به خاطر اینکه من پرسشم این بود که آیا این انقلاب ارزشش رو داشت یا به نابودی ایران انجامید، و دیدم ایشون دقیقا همون حرفایی رو میزنه که من باید این پرسش رو مطرح میکردم. حالا من نمیدونم ایشون در کلاس درس آیا برای شاگردانشون در مورد کشتارهای اولیه انقلاب هم حرف میزنن، آیا در مورد کهریزک هم حرف میزنن، آیا درباره کشتارهای تابستان 67 حرف میزنن. و بنابراین همین جور که ایشون اشاره کردن و سالهاست من اشاره می کردم که به زودی یک نسلی خواهد آمد، نسل 4 به اضافه 1. چرا؟ من معتقدم این انقلاب بعد از نسل 3 یعنی نسل یاران دبستانی متوقف شد. چرا؟ نسل دیگری آمد، نسل شیک پاسارگادی. و دقیقا آقای زیبا کلام درست اشاره میکنن، این نسل جدا شد از انقلاب، فرار کرد از انقلاب، درست مثل همون فیلم آقای پولین که میگفت نسلی آمده به عنوان نسل پی، یعنی نسل پپسی، ما میگیم نسل پاسارگادی. و در واقع این انقلاب دف شد در اون حفره فاصله نسل شیک پاسارگادی و نسل سوم یار دبستانی که تبدیل شدن به یاران نفوذی، فرستاده شدن به خارج کشور که در واقع استمرار بدن به طرها و پروژه های اصلاح طلب ها. اما چرا انقلاب شد؟ خب خیلی ساده است آقای دکتر، خودشون استاد تاریخ هستن. این بخشی از اون جنبش های الهیات رهایی بخشی بود که آمریکایی‌ها در آمریکای لاتین پیاده کردند، پدر کمونیسم رو در آوردن، منتقل کردن به خاورمیانه. چون این هست آقای زیبا کلام، و پرسش این که چه کسی انقلاب رو اجازه بفرمایید.
چه کسی انقلاب رو سوق داد به مبارزه علیه آمریکا و آمریکا ستیزی؟ چپ؟ کمونیستا؟ آقای چالنگی، من اولا با اون بخش از بیانات آقای مانوک عزیز مشکل دارم، آقای خدابخشیان، که میگن آمریکایی‌ها الهیات رهایی بخش رو، لیبریشن تئولوژی رو در آمریکای لاتین گسترش دادن آمریکایی‌ها، یعنی حکومت آمریکا، دولت آمریکا، مقامات آمریکا، و یه جورایی این داستان در ایران هم اتفاق افتاد. نه، من هیچ کدوم اینا رو قبول ندارم. من فکر کنم اینا فرضیات دایجان ناپلونی و تئوری‌های توطئه هستش. الهیات رهایی بخش که در آمریکای لاتین به وجود آمد، نقش کلیسا بود، کلیسای کاتولیک بود، مذهبی ها بودن که آمدن در کنار مارکسیستا قرار گرفتن و حالا تبدیل شد به حرکت های مسلحانه و قصه هازا. اما اون چی که در ایران اتفاق افتاد این بود که یک نگاه دیگری، آقای چالنگی، یک نگاه جدیدی از دهه 30، یعنی حدود 2 دهه قبل از انقلاب، از دهه 30 یک نگاه جدیدی نسبت به اسلام مطرح شد توسط کسانی مثل مرحوم مهندس بازرگان، توسط مرحوم آیت الله طالقانی، مهندس صحابی، که دین رو برداشتن وارد دانشگاه کردن، دین رو آوردن در دانشگاه. بعدها 15 خرداد و حضور امام خمینی از اوائل دهه 40 این نگاه جدید به اسلام رو تقویت کرد. مرحوم دکتر علی شریعتی اواخر دهه 40، اوائل دهه 50 این رو تبدیل به یک سیل کرد و سازمان مجاهدین خلق هم ملهم و متأثر از همون ادبیات نوین اسلامگرایی از یک سو و ادبیات چپ مارکسیستی از سوی دیگر در حقیقت این اسلامگرایی رو نیرومندتر کردن و هیچ ربطی به آمریکایی‌ها نداشت، یعنی ریشه های این در خود جامعه ایران بود و این اسلام بود. اجازه بفرمایید آقای زیباکر، اجازه بفرمایید همینجا جواب بدن ایشون. یک ثانیه من یک نکته رو بگم. بله بفرمایید. به نظر من این انقلاب رو اسلامیون نکردن، مصدقیون کردن. بغضی که در تاریخ مونده بود تبدیل کردن به یک انقلاب. شما اگر توجه کنید تمام دنیا، چون من 8 ماه قبل از اینکه انقلاب اتفاق بیفته فیلماشو میدیدم، اوکی، تمام دنیا رو قانع کردن که نهضت آزادی، دار و دسته بازرگان، ملی گراها دارن این انقلاب رو در واقع پدید میارن. شما میدونستید که عده‌ای در کمین نشسته بودن که همون دولت موقت پوشالی رو به زیر بیارن که بد شدن همون تسخیر کنندگان، همون گروگان ها. بنابراین خودتون رو فریب ندید، به خاطر اینکه من فکر میکنم تمام یک بازی بود. حالا میگن برای اینکه شوروی رو بر بیاندازن خندق های مذهبی دوره شوروی میچیدن، که بود. شما چرا نمیرید مطالعه کنید که زمانی که فاشیستا نازی آمدن رفتن یک مسجدی رو راه انداختن که به اصطلاح کشورهای به اصطلاح اون اتحادیه‌های اسلامی رو فشار بیارن به شوروی، همین تر رو اینا پیاده کردن. من اینجا بودم میخوندم. فکر میکنی آقای قدزاده و بنی صدر رو آقای یزدی انقلاب کردن؟ هرگز. آنقدر که آقای کاتم و دیگران نقش داشتن، اینا اصلا نقشی نداشتن. اینا مثل کولبران سیاسی بودن. بنابراین بعد از 40 سال ما به یک واقعیتی رسیدیم که این انقلاب نه اینکه یک توهم بود، در واقع من نمیگم توطئه بود، یک برنامه بود. اینا همیشه برنامه ریزی میکنن. چطور تونستن شوروی رو در یک شب بیارن پایین و همه شما شوک زده شدید؟ باز بازم میگید این دایی جان ناپلونیه. اتفاقا من معتقدم که نوشتن کتاب دایی جان ناپلون و فیلم سازی دایی جان ناپلون برای خام کردن ملت بود. حرف نزنید که میشید مشخاصه. به نظر من اینه. آقای زیبا کلام، از شما میشنوید. خب آقای چالنگی عزیز، من امیدوار بودم که ما بتونیم با آقای مانوک خدابخشیان عزیز
یه جورایی اون خاطرات گذشته تاج و شاهین و اینا رو تکرار بکنیم، ولی متاسفانه هرچی میریم جلوتر داره روابطمون تیره تر میشه. این برنامه آقای ورزشی نیست. ببینید این برنامه ورزشی نیست. نه مثال میکنم، این برای شما در ایران حیره شما ببینید آقای یک لحظه نکن شما شبیه اون آقای پوزنر، ولادیمیر پوزنر، آخرین سخنگوی جمهوری شوروی می اومد در تلویزیون های آمریکا و سعی میکرد شیرین کاری کنه که اگر بتونه یک کاری انجام بده. ببینید دکتر، شما استاد تاریخی ولی تاریخ رو با سفسطه درس میدید. شما خودتونم میدونید این انقلاب کی بود، کی ساخت. آقای منتظری دقیقا حرفی رو زده که دنیا باید میزد، گفت اگر کارتر نبود این انقلاب اتفاق نمیافتاد. پریروزم در مطبوعات شما نوشته بودن. اوکی؟ بنابراین این رو بپذیرید. اگر چرا که من 3 سال قبل با آقای داریوش همایون وزیر اطلاعات سر یک مسئله صحبت میکردم، گفت نمیشه چون آقای کارتر اومده و به شاه دستور داده فضای باز سیاسی کن. اوکی؟ بنابراین یک توطئه هایم بود، ساده انگارانه کار بازیرم نکشید به فوتبال. من خیلی معذرت میخوام همه شما رو یه لقمه میکنم چرا که شما سفسطه میکنید. آقای زیبا کلام جواب سخن رو بدید. بفرمایید. خیلی خب من سفسطه میکنم، اما ببینید آقای خدابخشیان، من هم میهنانم، هموطنانم، مسئولین جمهوری اسلامی، اونا وقتی پناه میبرن به تئوری های توطئه و فرضی های دایجان ناپلونی که کارکار انگلیس هاست، کارکار امریکایی هاست، امریکایی ها کردن، ریشارد کاتم کرد، من خیلی شگفت زده نمیشم، چون به هر حال علوم انسانی در ایران فوق العاده پیاده هستش، فوق العاده علوم انسانی در ایران عقب مانده هستش. بنابراین متاسف میشم، متاثر میشم، ولی شگفت زده نمیشم. اما وقتی آقای مانوک خدابخشیان که بیش از 40 سال هستش در آمریکا هستن، واقعا دیگه این تأسف آوره که اون وقت آقای مانوک خدابخشیان بیاد پناه ببره به فرضیهای دایجان ناپلونی و تئوریهای توته، بگه که دست خودشون بود، کار خودشون بود، قطب‌زاده با اونا بود، نمیدونم آیت الله منتظری با اونا بود. نه آقای آیت الله منتظری با اونا نبود، آیت الله منتظری دست همه شما رو رو کرد. مسائل قاطی نباید با هم دیگه بکنیم. بله، اگر جیمی کارتر رئیس جمهور نشده بود در سال 1355، اگر جیمی کارتر رئیس جمهور نشده بود، اگر در ایران فضای باز سیاسی به وجود نیامده بود، اگر در ابتدا رژیم شاه اجازه نداده بود که تظاهرات، ناآرامی ها، اعتراضات خیابونی این شانس رو پیدا کنه که بتونه بیاد در خیابون خودشو نشون بده، بله من با شما هم‌عقیده هستم، اینو بارها و بارها گفتم، به هیچ وجه انقلاب اسلامی تحقق پیدا نمی‌کرد. آقای خدابخشیان، شما اشاره به فضای باز سیاسی می‌کنید، اشارتون کاملا درست هستش، اما آقای خدابخشیان چرا شما شرایط سیاسی ایران رو در نظر نمیگیرید؟ چرا شما 5000 زندانی سیاسی رژیم شاه رو در نظر نمیگیرید؟ چرا شما عمق مخالفت گسترده، نارضایتی گسترده که در آحاد ملت ایران بود، تو روشنفکرها بود، تو تحصیل کرده ها بود، تو مذهبی ها بود، تو مارکسیست ها بود، تو جبهه ملی ها بود، تو کانون نویسندگان بود، کجا نبود؟ هنرمندان مخالف بودن، نویسندگان مخالف بودن. این مخالفت های عمیق و عمده ای که نسبت به رژیم شاه وجود داشت، طبیعی بودش که اگر فضای ابرازش به وجود بیاد، این میریزه کف خیابون و به چیزی کمتر از سقوط رژیم شاه رضایت نمیدن. و این هم دقیقا اتفاقی هستش که افتاد. اگر سال 1345 هم رژیم شاه اجازه میداد که مخالفت ها ابراز بشه، مطمئن باشید سال 45 نظام شاهنشاهی
اگر سال 1340 من معتقدم از بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 مخالفین با مخالفین و مخالفت با رژیم شاه خیلی زیاد شده بود، جبهه ملی ها بودن، طرفدارای مصدق بودن، حزب توده بود، نویسندگان بودن، کی نبود؟ روشنفکران بودن. بنابراین چه شما میگید؟ اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید آقای خدابخشیان، در این چه مدارک، اسناد، اشاراتی شما دارید به این موضوع که دست خارجی در کار بوده؟ من ریچارد کاتمو فقط اشاره بکنم، مأمور CIA بوده در اون زمان، در سالهای پیش از انقلاب در ایران. بفهمید. ببینید، برنامه ریزی این به اصطلاح آژانس های اطلاعاتی در هر دنیا به این صورته که شما میرید و ارزیابی میکنید یا میزان الحراره میذارید و جامعه رو شناسایی میکنید. آقای زیبا کلام حرف منو داره تکرار میکنه. بله، بعد از کودتای 28 مرداد یک بغض ملی پدید آمد. مصدقی ها، جبهه ملی، من اون موقع اسلامیون رو در واقع اصلا ارزشی براشون قائل نمیشم، در واقع ملیگراها و نهضت آزادی و جبهه ملی با ارتباط هایی که پیدا کرد نارضایتی ها را منتقل می کرد. بنابراین من از اولم میگم هرگز کسی فکر نمی کرد جمهوری اسلامی خواهد آمد. همه بر مبنای این می رفتن که یک انقلابی اتفاق می افته که خواست آنها خواهد بود. بنابراین شما توجه کنید چه کسانی از انقلاب حمایت میکردن؟ میشل فوکو، پروفسور فاک. چرا؟ اونها هم فریب این انقلاب رو خورده بودن. این انقلاب من معتقد نیستم ربوده شده بود. اصلا این انقلاب قرار بود اسلامی بشه. آقای زیبا کلام اشاره میکنه به گروه های، بله، شما فکر میکنید اجازه میدادن مجاهدین انقلاب رو در واقع ببلعن یا حزب توده؟ کیا اجازه نمیدادن آقای خدابخشیان؟ همونایی که شما همه الان نشستید گفتید در گوادالوپ. من اصلا به گوادالوپ اعتقاد ندارم. گوادالوپ آخرین قسمت بازی بود. گوادالوپ وقتی به اولا گوادالوپ برپا نکرده بودن که بیان بگن شا بره، سر مسائل موشک‌های اتمی برقراری در اروپا بود. بنابراین در گوادالوپ آخرین نتیجه این بود که بهتر شاه بره. چرا؟ آقای جورج بال طرحو نوشته بود. آقای جورج بال دشمن شماره یک شاه و کیسینجر بود. اون یه بحث دیگه است. ولی انقلابی که شما معتقد هستید یک انقلاب ارزشمندی است، یک تراژدی انقلابی بود که امروز آقای صادق زیبا کلام به نکات منفیش اشاره میکنه. بله، این بحث دیگه است. ببینید، من گوادالوپو چون بسیاری مطرح میکنم و سخنان ژسکار دستان هست که در اونجا تصمیم گرفته میشه به حمایت از شاه پایان داده بشه و این بحث دیگری است. یعنی در واقع تیر خلاصی است که حمایت غرب از شاه در اونجا پایان میگیره. بس مثلا نتایج انقلاب نیست. چرا؟ شما اشاره میکنید آقای زیبا کلام حرفش اینه که دست خارجی در کار هست. کیا اجازه نمیدادن مجاهدین یا حزب توده؟ پس اجازه بدید من یه سوال از آقای چرا؟ دکتر جان، چرا حسینی ارشاد رو مثل اسب ترویا آوردن گذاشتن تو تهران؟ چرا؟ آقای خدابخشیان عزیز، یعنی چی حسینی ارشاد مثل اسب تروها آوردن؟ اولا حسینی ارشاد رژیم شاه تأسیس نکرد، آمریکا تأسیس نکرد، ریچارد کاتم تأسیس نکرد، سازمان CIA تأسیس نکرد. رژیم شاه رو کسانی تأسیس کردن، مسلمانان تحصیل کرده ای که حالا نگاهشون به اسلام تغییر پیدا کرده بود، در نتیجه کارهای بازرگان، در نتیجه کارهای طالاقانی، در نتیجه کارهای مرحوم مطهری، اینا نگاهشون نسبت به اسلام تغییر کرده بود. نگاهشون اون نگاهی نبودش که در حوزه ها بود. تا قبل از این نگاه اسلام خلاصه میشد در روحانیت، در عزاداری، در نماز خوندن، در روزه گرفتن،
اما الان اسلام آمده یک جنبه اجتماعی پیدا کرده. اسلامی که مهندس بازرگانی آوردن، شریعتی آورد، مجاهدین آوردن، آقای منتظری آورد، امام خمینی آورد، اسلامی هستش که میگه ما برای اقتصاد برنامه داریم، برای حکومت برنامه داریم، برای امور قضایی جامعه. کجا حوزه علمیه یه همچی چیز داره؟ قبلا الهیات رهایی بخش بود نازنین من، خودتون نوشتید در مطبوعات در کتابا که آقای شریعتی الهیات رهایی بخش رو بود. چرا بس میکنید؟ حالا بسیار خوب، اصلا اسمشو بزن. اصلا ببینید، من معتقدم یه جور نوگرایی، یه جور روشنفکری دینی در دهه 30 و دهه 40 در ایران به وجود آمد که توانست انقلاب رو اسلامی بکنه. اما فرض بگیرید که آقای زیبا کلام و آقای خدابخشان، اجازه بفرمایید و خواهش می‌کنم وقت رو هم رعایت کنید. ببینید، شما اسامی رو کنار هم میزنید که اینا تضاد بسیار داره. شما، من شخص شما رو نمیگم، دانشگاهیان یا کسانی مانند شما که در اجازه بفرمایید، خب آقای خمینی رو با شریعتی یا مجاهدین چطور میشه کنار هم گذاشت؟ یا به هر حال از جهات مختلف، یا آقای خمینی رو با روحانیت مثلا فرض کنید در کنار مصدق بود. خمینی، آیت الله خمینی، ما سال 42 رو داریم از آقای چالنگی. چونو داریم آقای چالنگی، آقای چالنگی، ایراد بحثمان، آقای چالنگی، سخنتون، ایرادتون کاملا درسته، کاملا درسته. چرا درسته؟ برای اینکه بعد از انقلاب کتاب‌های شریعتی کم و بیش جمع شد، شریعتی خیلی دیگه در موردش صحبت نشد، مجاهدین اعدام شدن، اونا متقابلا اسلامی‌ها رو ترور می‌کردن مجاهدین. شما درست میگی، اینا اختلاف زیادی با هم دیگه داشتن، ولی در یه سری نکات با هم دیگه مشترک بودن. ضدیت با رژیم شاه و اینکه رژیم شاه یه رژیم دیکتاتوری استبدادی، نمیدونم، باید بریم به سمت آزادی، باید بریم به سمت تغییر، باید باهاش مبارزه بکنیم. تو اینا با هم دیگه اختلافی نداشتن. یعنی توی براندازی رژیم شاه اسلامگراها هیچ اختلافی با هم دیگه نداشتن. اختلافاتشون از زمانی که چه باید بکنیم و چه نوع نظامی باید باشه، اختلافات از اینجا شروع شد. بله، شما کاملا درست میگی آقای خدابخشان. اینه که باز هنوز کاملا روشن نشده که این که چه کسانی نگذاشتن، چه کسانی دست داشتن خارج از کشورهای خارج، شرکت‌های نفتی، آیا گران شدن نفت، این صحبتایی که هست در عرصه سیاسی ایران این 40 ساله، گران شدن نفت، گران کردن نفت، قدرتمند شدن اوپک و همه اینها رو مجموعاً چه تأثیری داشت و این وحدتی که در ایران به وجود اومد، یعنی وحدتی که در ایران به وجود اومد در هیچ کشوری در قرن بیستم به این شکل گسترده نبود. یعنی چی؟ بین فدایان اسلام، اینو بارها و بارها و بارها من گفتم و باید گفت، بین فدایان اسلام تا چریکای فدایی خلق، جبهه ملی، حزب توده، مجاهدین، روشنفکران، نویسندگان، روزنامه، همه اینها وحدت کردن زیر سه شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. اینها رو مجموعاً کنار هم بذارید، برمیگردیم به همون سوال نخست. از نظر شما این یک بازی بود و یک سناریو؟ اینها رو کی هدایت میکرد؟ چه کسی از بیرون از ایران همسو بود اگر نه هدایت کنند؟ ببینید، دکتر اندرو سکات کوپر یک مقاله نوشت قبل از اینکه کتاب سقوط بهشت رو بده. 1973 سر ترحیم نفتی که به اصطلاح عربستان علیه آمریکا، هلند، همه جبهه گرفت، یک کنفرانسی شد در بیلدربرگ بر اساس اون که قیمت نفت رو از این فرصت استفاده کنیم بالا ببریم و شیوه پترودلار رو بیاریم در بازی. آوردم یک جایی رسید، همه دنیا احساس کرد، دنیای غرب، که این بالا بردن قیمت نفت داره صنعتی شدن کشورهای، یعنی در واقع ماشین صنعتی غرب رو میاره پایین. یک جلسه محرمانه انجام شد در دوحا، فقط و فقط طرحش این بود شاه رو بیارن پایین. هنوز در ایران هیچ خبری نبود. اوکی، اینو من ننوشتم، اینا آقای سکات کوپر نوشته.
کارشناسی که تمام مسائل نفتی رو میدونست، حتی کتابی نوشت سلاطین نفت، و در اونجا بود که حتی هنری کیسینجر به شاه گفت قیمت نفت رو بیار پایین، دنیای غرب پذیرا نیست. اوکی، درست میگه آقای زیبا کلام. یک خفقانی بود، همه از ساواک متنفر بودن، بله بودن، و نیروها هم آماده شده بودن. شما نگاه کنید بعد از اون جلسه ترورهای مجاهدین یا گروه های فدایی خلق یک جنبش های آغاز شد، حتی سریعتر از آقای خمینی و بازرگان و دیگران. بنابراین حرف من اینه، دنیای غرب یا اون قدرت ها همیشه از در کمین فرصت ها نشستن. این دایی جان ناپلئونی نیست، اگر اینجوری نبود شوروی نمی افتاد. شما برید مطالعه کنید ببینید شوروی رو چگونه به زیر کشیدن بدون این که حتی یک گلوله شلیک کنن. بعد میگید شما میشینید انقلاب ایران که میشه. ببینید ما یه اشکال داریم، 28 مرداد کودتاست، به اصطلاح توته است، آمریکا و انگلیس دست به یک کردن. وقتی میرسیم به انقلاب نه، هیچ کس دخالت نکرده. متاسفانه ارتباط تصویری ما با آقای صادق زیباکلام در تهران قطع شد و در این فاصله ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار شده. آقای زیباکلام، درباره اون چه که آقای خدابخشیان گفتن تفسیر شما رو میشنویم. ببینید جناب چالنگی، شما بخشی از موضوع رو دارید میگید، جناب آقای مانوک خدابخشیان بخشیشو گفتن. اگر شما از محمد رضا شاه، اگر شما از اعلی حضرت میپرسیدید که اعلی حضرت چرا شما میگید که این انقلاب غیر واقعیه، این داستانه، این یه موجی هستش که آمریکایی‌ها برنامه و نقشه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها هستش که علیه شما به راه انداختن، شما که متحد اینها بودید، شما که سالها با آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها به اصطلاح سری سوا داشتید، چرا شما میگید که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها علیه شما شدن، با مخالفین شما دستشون توی کاسه است و دارن شما رو سرنگون می‌کنن؟ ببینید آقای چالنگی، شاه پاسخهای خیلی جالبی به شما میداد. شاه دچار مالی خولیا نشده بود. شاه به شما میگفتش که اینو گفته، اینو به ادوارد سابلیه گفته در مال فرانسه، اینو به آمریکایی‌ها گفته، به ایرانی‌ها گفته، به تمام کسانی که میامدن باهاش ملاقات میکردن در اون یک سال آخر، که علا حضرت چرا شما فکر میکنید که این انقلاب قلابی غیر واقعیه و اینو آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها رو انداختن، به شما جواب میداد، میگفت برای نفت، میگفت برای اینکه از سال 1352 سه که بعد از بایکوت نفتی عرب، بعد از جنگ رمضان، من اصرار کردم برای این که قیمت نفت در اوپک بالا بمونه. من بودم که باعث شدم نفت از بشکه 8 دلار در سال 1352 بشه بشکه 32 دلار، بشه 4 برابر بشه. بنابراین میگه که نه، اجازه بدین، میگه که چراغ سبز، این عین جملهشه، این عین جملهشه، میگه چراغ سبز دوستی غربی ها واشنگتن و لندن به من تبدیل شد به چراغ قرمز خصومت و دشمنی. شروع کردن از دانشجوها حمایت کردن، از آخوندها حمایت کردن اینا، و میگه اگر من در برای نفت قرص و محکم نایستاده بودم در اوپک، از من راضی بودن. این یه دلیلش بود. دلیل دیگرش این بودش که میگم من ایرانو بسیار پیشرفته کردم، متحول کردم از نظر صنعتی، انقریب فولاد ایران، مثل ایران اتومبیل ایران. شما پس تایید خدابخشیان. نه، من دارم میگم این نظر شاه بوده، این نظر آقای خدابخش، ممکنه نظر آقای خدابخشیان هم باشه، اما شاه واقعا به این چیزا معتقد بود. یعنی وقتی شما به شاه میگفتی علا حضرت چرا آمریکایی‌ها بعد شما رو بردارن، اینو ویلیام سالیوان ازش میپرسه، اینو سر انتونی پارسون سفیر انگلیس میپرسه، ازش میپرسن و او جواب میده به اینها. منتها به نظر من اینا همه تئوریای توطئه و فرضیهای دای جان ناپلئونی بوده. کجا دلیلش این هستش که دلیلش این هستش که آمریکایی‌ها به هیچ وجه به دنبال سرنگونی شاه نبودن، انگلیسی‌ها نبودن، روس‌ها نبودن، روس‌ها نبودن. چرا شما بگید چرا نبود؟ برای اینکه شما در جواب محمد رضا شاه پهلوی که تو اجازه بدید آقای زیباکم خیلی کوتاه، اگر به شما میگفت شرکت های نفتی شما در برابر ایشون
چجور قانعشون میکردی که اینطور نیست؟ خیلی کوتاه میگفتید خیر، خیلی کوتاه، برای اینکه اون چیزی که باعث مخالفت با اعلی حضرت شد هیچ ربطی به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها نداشت. ریشه های مخالفت با اعلی حضرت داخل جامعه ایران بود. عرض کردم 5000 جامعه کشوری که 5000 دانشجو داره 5000 زندانی سیاسی داشت. آقای خدابخشیان بفرمایید. دکتر جان، 1973 در دانشگاه MIT یک کتابی نوشته شد که The Limit of Growth. گفتن در این کتاب میگه که دیگه نمیشه در واقع کشورهای صنعتی پیشرفت کنن، و بعد دقیقا همین تر میره برای کشورهای جهان سوم. چرا؟ نازنین من، از 1973 پترو دلار بیلیون بیلیون ریخته میشد تو حساب این کشورهای جهان سوم، رقیب دنیای غرب شده بودن، ماشین صنعتی دنیای غرب ایستاده بود، فلج شده بود. شما چرا؟ حتی مجله اندیشه پویای شما عکس شاه رو انداخت و نوشت شاه در چاه نفت افتاد. چرا تمام این اتفاقات درست مصادف شد 1979 که باید قراردادها دوباره به اصطلاح امتیازها و قراردادها داده بشه به این شرکت‌های نفتی؟ فقط شرکت‌های نفتی نیستن. شما این آمریکا رو میشناسید نه؟ آقای اوباما میاد آیت الله ها رو میبوسه، باشون برجام امضا میکنه، پس فرداش یک سیستم دیگه ای میاد برجامو طلاق میده و بعد در مقابل رژیم هم میسته. این سیستم آمریکاست. آقای کیسینجر شاه رو میکنه ژاندارم منطقه، یک گروهی میاد از ژاندارم منطقه برش میاندازه چون برنامه های خودشو داره. I love you. اینه آقای زیبا کلمه. اگه از شما پرسیده بشه خب خیلی خوب، اگه دلایل انقلاب فقط و فقط این نارضایتی ها، زندانی سیاسی و دلایلی که شما بردید، اینها به وفور و به مراتب بیشتر و بیشتر الان وجود داره، چرا تغییر اساسی و بنیادی نمیشه طی این سالها؟ یا آنچه که انقلاب هست یا هر شکل چه خواهید بود؟ آقای خدابخشیان، آقای خدابخشیان دارن میگن که تئوری توطئه رو دارن مطرح میکنن که غرب دچار مشکل شده بود. نه اجازه بدید، غرب دچار مشکل شده بود چون یک سری کشورها مثل ایران زمان محمد رضا پهلوی داشتن صنعتی میشدن، بنابراین زدن زیر همه چیز و شاه سرنگون شد و اون برنامه صنعتی هم رفت رو هوا. سوال، چرا در کره جنوبی نشد؟ چرا در ترکیه نشد؟ چرا در مکزیک نشد؟ چرا در برزیل نشد؟ چرا در آرژانتین نشد؟ چرا در هند نشد؟ تمام این کشورها ظرف 30 سال گذشته، ظرف 40 سال گذشته از مدار کشورهای در حال توسعه بودن خارج شدن کشورهایی که چه میدونم الان یه هر کدوم برای خودشون یه قولای اقتصادی هستن. چرا فقط کجا قول شدن؟ دارن هر روز نابودشون میکنن. کیو دارن نابود میکنن؟ کیو؟ کره جنوبی قول نیست، هند قول نیست، برزیل قول نیست، ترکیه که 150 میلیارد دلار صادراتش در سال قول نیست. عجب صحبتی میکنید شما. ببینید برهان خلف رو ما استفاده نمی کنم، توضیح برهان خلف زیاد هست، شما آشنا هستین با این قضیه. ببینید سوال من این هست، برگردیم به سخن شما، اگر علل انقلاب اینها بود چرا در این کشورها الان در ایران، در ایرانی که از بعد از انقلاب اتفاقات به مراتب بیشتر افتاد، زندانیان سیاسی 860 روزنامه نگار فقط کشته شدن و آنچه که مربوط میشه به روزنامه نگاری یا صدها نفری که گزارشگران بدون مرز گفت، چرا همچین اتفاقی نمیفته؟
چرا آقای اگر... چالنگی ببینید دفع. شما نذاشتید، شما منصفانه رفتار نمی‌کنید، شما نمیذارید این بحثی که بین من و آقای خدابخشیان به وجود آمده که آیا انقلاب، چون این سوال مهمیه آقای چالنگی، سوالی هستش که خیلی از جوانان دارن میکنن، خیلی از جوانان این مملکت، کسر قابل توجهی از جوانان این مملکت مثل آقای خدابخشیان فکر میکنن، میگن انقلاب چی دکتر کش چی؟ شما ببینید اینا همش برنامه آمریکا بود، اینا همش برنامه شما تمام اجازه بفرمایید آقای زیبا کرم، من بی‌طرف خواهم موند در جهتی که اطلاعات غلط داده نشه. شما هر سخنی رو راجع به نقش خارجی گفته میشه زیر علم تئوری توطئه اصلا منکرش میشید. همین الان در خود آمریکا که پیشرفته ترین کشورها هست از نظر سیستم‌های اطلاعاتی، 2 سال بحث اینه که روس‌ها در انتخابات آمریکا دخالت داشتن. آقای زیبا کلام این رو اینجا هم بحثش هست که تئوری توته شما میگن آقا در این منطقه این اتفاقات افتاد، 2 تا ارتش بزرگ منطقه نابود شد در یک جنگ بیهوده، 2 روز بعد از جنگ آقای کیسینجر آمد و گفت این جنگ طولانی خواهد بود و برنده هم نخواهد داشت و همینم شد. اگر اینو مطرح بکنن شما یک سره تئوری توطئه رو پیش میکشید به همه این دخالت ها رو. آقای چالنگی، چون در ایران علوم انسانی عقب افتاده است و چون نمیتونیم ما فهم درستی از تحولات ایران و جهان داشته باشیم، میریم دنبال تئوری های توطئه. برای اینکه جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر از شاه تئوری توطئه استفاده میکنه، معتقدن داعش آمریکایی‌ها درست کردن. اجازه نه شما اینو بگید، معتقدن طالبان هم آمریکایی‌ها درست کردن. ببینید من در بینندگان متعهد هستم. اصل قضیه شما اساسا معتقد هستید که خارجی ها در هیچ مسئله و هیچ چیزی هیچ گونه نقشی ندارن؟ چرا آقای چلنگی، خارجی ها منافع دارن، برای منافعشون اقداماتی میکنن، کودتای 28 مرداد بوده، ولی این که ما هر حرکتی رو هر چیزی رو که ببینید شما مثل جمهوری اسلامی نه اجازه بدید آقای مانوس خدابخش، ببینید ما معمولا چیزایی که باب میلمون نیستن هولشون میدیم به سمت تئوری توطئه. چرا جمهوری اسلامی میگه داعش آمریکایی‌ها به وجود آوردن، طالبان آمریکایی‌ها به وجود آوردن، جنگ ایران و عراق و آمریکایی‌ها به وجود آوردن؟ برای اینکه هیچ کدوم اینا رو باب میلش نیستن، هیچ کدوم اینا رو دوست نداره. ولی نه اجازه درباره طالبان، القاعده، آنچه که در سوریه اتفاق میفته، همه در واقع پوتمکین و گلخانه‌ایه. ما همه اینا رو گفتم. اوکی؟ شما یعنی الان دارید میدید. یعنی چی؟ یعنی اینا حقیقی نیستن. یعنی داعش حقیقی نیست. طالبان حقیقی نیست. اجازه بدید آقای زیبا کلام، اجازه بفرمایید. دارن صحبت میکنن. شما الان گفتید کودتای 28 مرداد توطئه بود. اوکی؟ همم انداختید گردن آمریکا، همم انداختید گردن شاه، در این که بازی یک بازی استراتژیکی بود، یک کوبایی پیش اومده بود، آمریکا اومد نشست حیات پشتی شوروی، به خاطر اینکه نه انگلیس میتونه هزینه‌اش رو بده نه کسی. شما هیچ وقت اینا رو اشاره نکردید، گفتید شاه رو میخواستن، شاه رو برگردوندن. اصلا بازی کودتا رو شما همه برعکس نگاه کردید، چون چرا که اطلاعات اصلا و ابدا نمیخواید. من معتقدم اجازه بدید آقای زیبا کلام، معتقدی به چی؟ ببینید در مورد کودتای من گفتم که آقای چالنگی از من پرسیدن، گفتن شما نقش خارجی ها رو دارید به کل منکر میشی، گفتم منکر نمیشم. در کودتای 28 مرداد آمریکایی ها و انگلیسی ها نقش داشتن، ولی من انقلاب چی آقای زیبا بیشتر از آمریکایی ها و انگلیسی ها در کودتای 28 مرداد خود ایرانیان نقش داشتن. آقای زیبا کلام، انقلاب خود ایرانیان نقش داشتن. این نظر من در مورد کودتای 28 مرداده. اما آقای زیبا کلام اجازه بدید یک لحظه اجازه بدید. در مورد انقلاب من معتقدم که اینجوری نبوده اصلا که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها این انقلاب رو به وجود آوردن. ما دلایل زیادی هستش که نقش داشتن یا نداشتن. ببینید من معتقدم در رابطه با انقلاب ایران
که آمریکایی‌ها بهش بحران ایران میگفتن، the Iranian crisis میگفتن، دست راست آمریکایی‌ها به دست چپشون میگفت چی کار بکنیم. یه عده‌شون موافق بودن مثل برژینسکی و دیگران که باید شاه شدت عمل نشون بده، یه عده‌شون مثل ونس معتقد بودن که نه با شدت عمل کار بشی نمیره، شاه باید ریفرم بکنه، شاه باید اصلاحات بکنه، شاه باید و کارتر هم این وسط مونده بود که آیا شاه باید سرکوب بکنه یا اینکه شاه باید بره به سمت فضای باز سیاسی. این واقعیتی بوده که در رابطه با آمریکا بوده. اجازه بدم دو دقیقه، کمتر دو دقیقه وقت داریم، آقای خدابخشیان و کنفرانس ورشو. من یه نکته به شما اشاره میکنم. الان خواهید دید همین کنفرانس ورشو سرنوشت رژیم رو تغییر میده. همین کنفرانسی که خیلی ها بهش حمله میکنن، در این کنفرانس، نه گوادالوپه نه کنفرانس دیگریست، وسپالیاست. شما استاد تاریخید، خوب میدونید من چی میگم. مائده وسپالیاست، خواهند رفت، مانیفست خواهند نوشت، پلتفرم خواهند نوشت. عصر پس از بازی قدس، یک پروژه جدید. اسرائیل با تمام کشورهای عربی در واقع دوست و همسایه خواهد شد و بعد در اونجا حکم خواهند کرد. هیچ کس نمیتواند در کشورهای همسایه دخالت کند. پس بنابراین امورقرای اسلامی سقوط خواهد کرد. اوکی؟ پس بنابراین این یک نه توته است نه چیزی، این یک برنامه است. I love you. سپاسگزار هستیم آقای مانوک خدابخشیان. گفتنی ها باز هم بسیار و وقت ما محدود و کم. با سپاس بسیار آنچه رو که آقای زیبا کلام، آقای خدابخشیان گفت، امیدوارم گامی باشه، نوری باشه بر عرصه رویدادهای ایران، با امید به روزی که. و سپاسگزار هر دو مهمان گرامی باز هم، و با امید به روزی که تعیین کننده سرنوشت مردم ایران در اصل و زادگاه این اراده در میان مردمان و در ایرانی آزاد باشه که مردمان ایران بتونن اونچنان رفتار کنن که خارجی ها نیز، نیروهای خارجی که قطعا در همه عرصه‌های بین المللی همه ملت ها به نحوی منافعشون به هم مربوط میشه، تابعی باشه دخالت ها یا همراهی ها و هماهنگی هاشون، تابعی باشه از اراده و خواست مردم و اونها باشن که هماهنگ کنن حرکت های خودشون رو با آنچه که مردمان ایران و مردمان همه جهان در چارچوب مصالح ملی خود و مصالح جهانی انسان ها خواستار هستن. سپاسی دوباره از میهمانان برنامه و سپاس از شما عزیزان که با ما همراه